فیل چینی و امپریالیسم کم هزینه، نوشته جدید امیر طاهری روزنامه نگار که به ایندیپندنت فارسی فرستاده است. چین به کجا می رود؟ این پرسشی بود که در سمیناری با شرکت پژوهشگران از چند کشور اروپایی برگزار شد. نظر اکثر شرکت کنندگان این بود که چین در حال تبدیل شدن به بزرگترین ابرقدرت جهان است. بر اساس داده‌های موجود، جمهوری خلق چین سال 2035 از دید اقتصادی همتراز ایالات متحده خواهد بود. از نظر نظامی این همترازی در سال 2050 تحقق خواهد یافت. بدین سان توصیه کارشناسان سیاسی به تصمیم گیرندگان سیاسی در همه کشورها نگاه به چین است. اما آیا این پیشبینی را می توان جدی گرفت؟ البته باید جدی گرفت، با این هشدار که همه آنان با عبارت لاتین در صورت مساوی ماندن دیگر عوامل، به عبارت دیگر اگر هیچ یک از عوامل و داده ها در 13 تا 50 سال آینده تغییر نکند، جمهوری خلق چین بر سکوی خواهد ایستاد که امروز ایالات متحده بر آن ایستاده است. اما مشکل اینجاست که تساوی دیگر عوامل هرگز تضمین نمی شود. در 100 سال گذشته پیشبینی امروز کارشناسان درباره چین به چندین قدرت دیگر نیز اطلاق شده بود. آلمان، ژاپن، فرانسه، شوروی و برای دورانی کوتاه حتی آرژانتین قرار بود از نظر کارشناسان تبدیل به ابرقدرت شود. به گمان من جمهوری خلق در حال حاضر از یک مرحله انتقالی حساس می‌گذرد، مرحله‌ای که عاقبت آن قابل پیش‌بینی نیست. در طول تاریخ طولانیش چین همواره یک جامعه بسته و درونگرا بود، غالباً با حکمرانان و دودمان‌های بیگانه. به یک معنا چین را میتوان یک جزیره دانست که از یک سو با سرزمین‌های وسیع سیبری و آسیای مرکزی بسته می‌شود و از سوی دیگر با سلسله جبال هیمالیا و سرانجام در بخش خاوری خود با دریاهای زرد چین جنوبی و تنگه تایوان. این جدایی فیزیکی مهمترین عامل انزوای تاریخی چین بود. پرجمعیت ترین کشور دنیا که هرگز نتوانست از حصار جغرافیایی خود بیرون آید. تنها در قرن 19 بود که چین یک ناوگان بازرگانی را با اسکورت نظامی در بخش‌هایی از اقیانوس هند از جمله دریای عرب، دریای عمان و خلیج فارس جولان داد، بیان که بتواند رابطه‌ای منظم و مستدام با کشورهای منطقه به وجود آورد. سیاست درون نگر چین در دوران نخستین تسلط کمونیسم نیز ادامه یافت. تنها از سال 1980 میلادی به بعد بود که رهبران چین کوشیدند تا در صحنه بین المللی جایی و نقشی به دست آورند. این کوشش که با سرک کشیدنهای خجولانه آغاز شد، طی سه دهه گذشته به ضمیمه شدن چین در اقتصاد جهانی منجر شده است. چین امروز پس از آلمان بزرگترین قدرت صادرکننده کالاهای صنعتی است. در سه دهه گذشته چین از آنچه الگوی هلندی نامیده می شود پیروی کرد. هلند در قرن 19 یعنی دوران پر رونق امپریالیسم قدرت نمایی خود را در چارچوب بازرگانی محدود نگاه داشته بود، با این اطمینان که امنیت شاهراهای دریایی را دیگر قدرت‌های امپریالیسم به ویژه بریتانیا و در حدی کمتر فرانسه تأمین خواهند کرد. الگوی هلندی به جمهوری خلق امکان داد که با بهره‌گیری از امنیتی که ایالات متحده و تا حدی کمتر بریتانیا بر صحنه بازرگانی جهان تأمین می‌کنند، به قالب بازارها در آسیا، اروپا، آمریکای لاتین و سرانجام آفریقا راه یابد. از سال 2013 میلادی به بعد، جمهوری خلق بزرگترین قدرت بازرگانی جهان بوده است. اما کسب قدرت همواره با آسیب پذیری همراه است. اگر ایالات متحده، بریتانیا و متحدان محلی آنان که نقش ژاندارم بین المللی را بازی می کنند نخواهند یا نتوانند امنیت بازرگانی چین را تأمین کنند، جمهوری خلق با بحرانی حیاتی روبرو خواهد شد. رهبران پکن در چند سال اخیر به این آسیب پذیری توجه کردند.
دو کنگره حزب کمونیست در این سالها بحث‌ها و بررسی‌هایی در این زمینه داشتند. نکته مهم این است که سیاست سازان چین با این مسئله از دید مسلکی ایدئولوژیکی برخورد نکردند. برخورد آنان اصالتاً عملی پراگماتیک بوده است. آنان تصمیم گرفتند که جمهوری خلق را از الگوهای هلندی به الگوهای بریتانیایی سده 19 هم، یعنی یک امپراتوری متکی به نیروی دریایی حاضر در همه اقیانوس‌ها با پایگاه‌های نظامی در همه نقاط حساس برای بازرگانی بین‌المللی منتقل کنند. اما رسیدن به مرحله تسلط بر سه اقیانوس آرام، هند و اطلس که اکنون زیر سلطه ایالات متحده قرار دارند کار آسانی نیست. آن هم در شرایطی که ایالات متحده در 66 کشور پایگاه یا حضور نظامی دارد، در حالی که جمهوری خلق در حال حاضر به یک پایگاه نظامی در دریای سرخ دست یافته است. پایگاه دیگری که جمهوری خلق در سریلانکا به دست آورده بود، پس از بحران اخیر کشور عملاً بی‌مصرف شده است. سیاستمداران چین کوشیدند تا با احراز یک حضور بازرگانی مدیریتی در سطح جهانی زمینه را برای حقوق نظامیشان در آینده با ایجاد یک نیروی دریایی آب‌های عمیق فراهم آورند. در 5 سال اخیر چین توانسته است زیر پوشش 2 شرکت ظاهراً خصوصی و باطناً دولتی کنترل و اداره بیش از 100 بندر در 63 کشور را به دست آورد. از جمله بندر پیراوس، مهمترین بندر یونان و بندر حیفا در اسرائیل. چین همچنین در عدن، یمن جنوبی، سنگاپور و غیره و در پاکستان حضور دارد و گفتگوهایی برای رهن چند بندر ایرانی در خلیج فارس را نیز آغاز کرده است. گفتگوهایی که با توجه به بی‌ثباتی جمهوری اسلامی در تهران هنوز به نتیجه نرسیده است. سیاستگزاران چین به بنادر بزرگتری نیز چشم دوختند. از جمله هامبورگ در آلمان و آنتروپ در بلژیک. کوشش چین برای بنادر بزرگ اروپایی به اختلاف نظر میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا منجر شده است. بعضی اعضای اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه با حضور چین در بنادر بزرگ اروپایی موافقند، به شرط آنکه در خاک خودشان نباشند. در همان حال طرح کمربند بین المللی یا جاده ابریشم که بزرگترین سرمایه‌گذاری در تاریخ خوانده می‌شود، زمینه را برای درگیری مستقیم چین با سیاست‌های 65 کشور فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، چین مانند امپریالیسم کلاسیک ناچار خواهد بود که برای صیانت از سرمایه‌های خود نوعی حضور مستقیم یا غیر مستقیم نظامی نیز به دست آورد. امپریالیسم با الگوی هلندی کم خرج بود، اما امپریالیسم با الگوی انگلیسی هزینه که بسیار دارد، هزینه ای که میبایستی با چپاول مستعمرات تأمین شود، چپاولی که بدون حضور نظامی ممکن نخواهد بود. علاوه بر معضل امنیت شاهراهای بازرگانی، جمهوری خلق با یک مشکل بزرگ دیگر نیز روبروست، تأمین سوخت و غذا برای خود. البته در سال گذشته چین برای اولین بار در تاریخ مقام خود را به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان از دست داد و پس از هند در مقام دوم قرار گرفت. از سوی دیگر کاهش نرخ زاد و ولد ممکن است به تثبیت یا حتی کاهش جمعیت چین منجر شود. با این حال از آنجا که رشد و توسعه اقتصادی به بالا رفتن سطح تغذیه و سوخت هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی منجر شده است، جمهوری خلق روز به روز بیشتر نیازمند واردات خواهد شد. در زمینه سوخت، یعنی واردات نفت و گاز، جمهوری خلق روی 2 کشور حساب می کند، روسیه و عربستان سعودی. ماه گذشته برنامه جاه طلبانه‌ای برای ساخت شاهلوله‌های جدید برای انتقال نفت و گاز از روسیه و غیره به چین رونمایی شد. در همان حال طرح ایجاد 20 پالایشگاه برای بهره‌گیری از نفت سعودی در چین آغاز شده است.
تجربه بدفرجام چین در سودان و سودان جنوبی نشان داد که سرمایه گذاری در کشورهای بی ثبات اما نفت خیز می تواند کاری پرهزینه باشد. به همین سبب چین از سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران تا روشن نشدن آینده جمهوری اسلامی خودداری می کند. تأمین غذای مردم چین نیز معضل بزرگی برای سیاستگزاران پکن به شمار می رود. در حال حاضر جمهوری خلق چین چیزی نزدیک به 20% از غذای خود را وارد می کند، اما این درصد با آهنگی نگران کننده در حال رشد است. به همین سبب پکن کوشیده است تا با خرید زمین‌های کشاورزی در دیگر کشورها خود را برای رویارویی با بحران‌های احتمالی آماده کند. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که جمهوری خلق بیش از 600 میلیون هکتار زمین کشاورزی در 13 کشور از جمله پاکستان، میانمار، ویتنام، برزیل، آرژانتین و غیره خریداری کرده است. چین همچنین مالک میلیون هکتار زمین زراعی در اوکراین است که بر اثر جنگ جاری مورد بهره برداری نیست. نخستین تجربه چین در خرید زمین‌های کشاورزی در سودان بود. تجربه‌ای که با جنگ داخلی جاری به تلخی پایان یافته است. در هفته‌های اخیر 30 شرکت چینی از سودان گریختند. آخرین کارفرمایان چینی بیش از 1500 تن ماه گذشته با کمک عربستان سعودی از سودان بیرون آمدند. حملات پی در پی گروه‌های مسلح ناشناس به اتباع چین در پاکستان و افغانستان نیز نشان می‌دهد که امپریالیسم ارزان قیمت، یعنی بدون حضور نظامی قانع کننده در بسیاری نقاط جهان کار نخواهد کرد. امپریالیسم کم هزینه چین در چند کشور دیگر نیز خشم مردم محلی را برانگیخته و به خشونت علیه چینیان منجر شده است. در سریلانکا، الجزایر و موزامبیک کارگران و کارشناسان چین زیر حمایت گروه‌های مسلح جاده‌ای به کار خود ادامه می‌دهند. در بلغارستان و زلاند نو حضور چینیان در بخش کشاورزی با مخالفت‌های روزافزون روبروست. در ایالات متحده کوشش‌های چین برای خرید 400 جریب از ساکستان‌های کالیفرنیا و به دست آوردن کنترل چند بندر تجاری با مخالفت شدید مردم بی‌نتیجه ماند. در فرانسه افکار عمومی علیه سرمایه‌گذاران چین به ویژه در بخش شرابسازی برانگیخته شده است. آیا جمهوری خلق می‌کوشد تا مشکلات قرن 21 خود را با راه حل‌های قرن 19 حل کند؟ این پرسشی است که رهبران چین و غیره سیاستگزاران در سراسر جهان در پیش دارند. چین مانند فیل بزرگی است که وارد یک خانه جهانی می شود. چالش بزرگ ساختن یا باز ساختن خانه است که بتواند این فیل را جا دهد. ساختن چنین خانه نیازمند همکاری گسترده بین المللی است و کاری نیست که از عهده رهبران کم تجربه و در این حال خود بزرگ بین حزب کمونیست چین براید. تساوی دیگر عوامل همواره در تاریخ سرابی بیش نبوده است و امروز نیز که به چین مربوط می شود سرابی بیش نیست.